سلام، پدرام هستم از کانال فریا. فریا جاییه برای رفع موانع رشد و کمک به تسریع یادگیری مهارت مهندسی با نگاهی به تاریخچه و ریشه هر چیز مربوط ما. تو این دوره قصد داریم به صورت گام به گام حل معادلات دیفرانسیل در نرم افزار مطلب رو با هم یاد بگیریم. توی قسمت 13 به بخش اول حل عددی معادلات دیفرانسیل معمولی مطلب اول به روش آدامز بشفورد میپردازیم. جان کوش آدامز یک ریاضیدان و ستاره شناس بود که در سال 1819 در بریتانیا به دنیا آمد. معروف‌ترین دستاورد او پیش‌بینی وجود و موقعیت نپتون با استفاده از ریاضیات بود. اون محاسباتی را در خصوص توضیح اختلافات با مدار اورانوس و قوانین کپلر و نیوتن انجام داد. در سال 1858 استاد ریاضیات در دانشگاه سنت آندروس و در سال 1859 استاد نجوم و هندسه در دانشگاه کمبریج شد. آدامز در سال 1861 مدیر رصدخانه کمبریج شد و در سال 1884 به عنوان نماینده بریتانیا در کنفرانس مریدین شرکت کرد. در سال 1886 برنده مدال طلای انجمن سلطنتی نجوم بریتانیا شد. اون در محاسبات عددی مهارت زیادی داشت. به عنوان مثال آدامز نمود عدد برنولی را تا B62 و لوگاریتم‌های طبیعی 2, 3, 5 و 7 رو تا 273 رقم اشار و ثابت اویلر رو تا 261 رقم اشار در سال 1887 محاسبه کرد. الگوریتم آدامز بشفورد توسط آدامز برای حل معادلات دیفرانسیل بشفورد که عمل معینه‌گی و پدید اومدن قطره رو مدل می‌کرد طراحی شد. آدامز شخصیت فوق‌العاده غیر رقابتی داشت و تمایلی به آثار ناقص برای برانگیختن بحث یا ادعای اولویت نداشت. از مکاتبه در مورد این آثار بیزار بود و مسائل علمی فراموشکار بود. به نظر میرسه که اون سندروم آسپرگر داشته که با رفتاراش هم مطابقت داره، این که خیلی به محاسبات نپتون میپرداخت، بیشتر کار جدیدی انجام نمیداد یا محاسبات عددی تکراری زیاد انجام میداد، زیاد اهل رقابت و انتشار آثارش نبود. اینا همه نشانه از اینه که سندروم آسپرگر داشته. به اون تو سال 1847 در سفر ملکه ویکتوریا به کمبریج پیشنهاد مقام شوالیه شد که احتمالاً به خاطر اینکه آدامز نمیخواست طبقات اقتصادی که این موقعیت اجتماعی داشته رو زیر بارش بره و کلن هم خیلی آدم فروتنی بوده، قبول نکرده این پیشنهاد رو. آدامز در سال 1892 در بریتانیا درگذشت. ما توی کانال فریا ویدیوهای آموزشی و موضوعاتی مثل تاریخ علم رو به اشتراک میذاریم. اگر از فضای کانال ما خوشتون اومده لطفاً حتما دکمه سابسکرایب رو فشار بدید و ویدیوهای ما رو با دوستانتون به اشتراک بذارید. ما تا اینجا توی جلسات قبلیمون می اومدیم از یک مقداری که داشتیم با یک تک گام پیشروی مقدار بعدی تاوامونو توی گام بعدی تخمین میزدیم، یعنی برای تخمین زدن گام جدید به یک
گام نیاز داشتیم. از این جلسه به بعد روش آدامز بشفورد و آدامز مورتون رو که میخوام بگم، این روش ها معروف هم به روش های مولتی استپ چنگامی، یعنی روش های قبلی که در مجموع همشون هم یه جورایی میشد رانک کوتا مدل کرد، توضیح دادیم که چطوری ربط پیدا میکنن به رانک کوتا و روش متد رانک کوتا چطوری تمام این روش های قبلی که گفتیم رو فرموله میکنه و جدول بودجه رو چیزایی که در رابطه باش توضیح دادیم و حل کردیم و کاملا دیدیم. الان از این جلسه به بعد دیگه با روش تک گامه نمیخوام بگم، روش مولتی استپ رو دارم میگم. روش مولتی استپ اینطوریه که الان مثلا برای مثال اولین روشی که میخوام بگم آدامز بشفورس دوگامیه. ما باید دو گام داشته باشیم، از مشتق این دو گام میایم گام سوم رو محاسبه میکنیم. البته خیلی شبیه کاریه که توی متد رانک کوتا میکردیم. مثلا خیلی جا شما مثلا توی رانک کوتا، حالا اونایی که مرتبه دو بودن میمونی چی کار میکردی؟ یک گام رو داشتی، میخواستی جدید رو به دست بری، یک نقطه وسط میگرفتی یا یه جایی این بین، بعد مشتق رو اونجا تخمین میزدید، بعد با استفاده از این ستا این دوتا نقطه نقطه جدید رو به دست میبرید. حالا اینجا هم تقریبا همینه، ولی به جای اینکه مثلا این نقطه رو دیگه توی محاسباتتون توی نتایجتون نیارید، اونجا ما میبینیم یه نقطه میساختیم، مشتق رو تخمین میزدیم، نقطه جدید به دست میبریم. الان اینجا چیکار میکنیم؟ میگیم این نقطه ابتدایی ماه، با یک روشی، یک روش تکگامی، هر روشی که دوست داریم، حالا معمولا اویلر، نقطه دوم رو تخمین میزنیم. از نقطه دوم به بعد، نقطه سوم، چهارم و بقیه، میایم به دو تا گام قبلیمون نگاه میکنیم. به جای اینکه به یک تک گام قبلی نگاه کنیم، به دو تا گام قبلیمون نگاه میکنیم و با یه سری روابط میایم پاسخمون رو تخمین میزنیم. حالا من کاری که میخوام بکنم، آدامز بشفورد دوگامی رو فعلا برای این جلسه پیاده سازی میخوام بکنم و با حل تحلیلی با هم مقایسه کنیم که ببینیم پاسخ ها به چه شکل میشه. توی جلسه بعد من میام رابطه کلی آدامز بشفورد رو میگم که هر چند گام که خواستیم، البته میگم شما اگر مثلا برای حالتی که دو گامی هستش، باید اولین استپتون رو با یک روش تک گامی تخمین بزنید. اگه مثلا دو گامی بود، باید اولیه رو با یک تک گامی تخمین بزنید، دومین استپتون رو با یک دو گامی تخمین بزنید، بعد از سومین استپ به بعد دیگه حلقه فورو می نویسید. همینطور هر چقدر میره بالا این مرتبه، شما باید چند تا نقطه اولتون رو با مراتب پایین تر، با گام های پایین تر تخمین بزنید، بعدش از اون نقطه خاص به بعد و بیاید هی به گام های قبلی نگاه کنید. خب من اولین کاری که میکنم این روابط مربوط به آدامز بشفورد دوگامی هستش، تو استپ آدامز بشفورد اگه میخواید سرچ کنید. من مثل همیشه فانکشنم رو مینویسم. خب خروجی فانکشن من همیشه چی بود؟ حل من بود و بردار زمان. اینو اسمشو میدارم آدامز بش فورس تو استپ.
تو استپ اندرلاین فرست اوردر. خب ورودیش چیه؟ مثل سابق تمام گفتم فرمت ساختاری هر گرما به این صورته که اول تابر رو میگیره، بردار متقرر مستقل رو میگیره. این تی صرفا میتونه زمان هم نباشه، میتونید شما مثلا یک معادله داشته باشید، معادل دیفرانسیل که مثلا دی زد به دی ایکس باشه و اینجا اون بردار متقرر مستقلمون ایکس در واقع، و متغیر وابستمون توی لحظه اولیه. حالا این لحظه اولیه‌مون میتونه مکان اولیه باشه، بستگی داره که مشتقمون بر حسب چی باشه. اینا همه اصطلاحاً به کار میبریم. خب اولین چیزی که میخوام حساب کنم ببینم که اون بردار زمانی که داریم چند تا تعداد داره، من تو چند تا نقطه میخوام حلمو داشته باشم، n نامیله t. بعدش یک بردار خالی برای حلام تشکیل میدم که ابعادش یک در n هستش و به ازای هر t یه حل داریم دیگه. خب توی لحظه اولمون هم x رو داریم دیگه، پس x یک و یک هم مساوی x صفر. تا اینجا این از این. خب من x اول چیز اول از همه بیام h رو حساب کنم. h میشه t 2 منهای t 1. h 1 اسمش رو بزن. خب ما میخوایم اولین گاممون رو با روش اویلر تخمین بزنیم. x 1 و 2 ما چی میشه؟ میشه x 1 و 1 به علاوه h 1 ضرب در f t 1 و x 1 و 1. از اینجا به بعد for i از 1 تا n منهای 2. خب اینا رو چجوری حساب میکنیم؟ and با همون رابطه آدامز و شورتمون، یعنی میگیم x 1 و i به اضافه 2 مساوی است با x 1 و i به اضافه 1 به علاوه h، یه h رو اینجا تعریف کنم، h برابر است با t i به علاوه 1 t i به علاوه 2 در واقع منهای تی آیه به علاوه 1. اچ زب داره چی؟ 3 زب داره اف یه مقداری تقسیم بره 2 منهای اف یه مقداری تقسیم بره 2. F تو چه نقطه ای؟ توی گام قبلیمون، یعنی T 1 و I به علاوه 1 در واقع T همون I به علاوه 1 بگیم و X 1 و I به علاوه 1. X ببینید، X هم میتونم بگم X I به علاوه 1، ولی چرا این کار رو نمی کنم؟ بعدن که میخوام درجه معادلات رو برم بالا و فضای حالت رو جایی که درس میدم، این یکه رو ما کافیه تبدیل کنیم به درجه معادله که بتونیم معادلات درجه M هم مثلا حل بکنیم. مرتبه M، عذر میخوام، درجه نه درجه اشتباه،
مرتبه M رو مثلا میخوایم حساب کنیم، معادله رو مشتق مرتبه M داریم، کافیه فضای حالتش رو بنویسیم و اینجا هم توی تمام روابطمون این X ها رو M سطری کنیم. حالا به موقعش درس میدم. خب ما دومین نقطه رو میخوایم تخمین بزنیم از این اول نقطه و صفر، یعنی نقطه ابتدایی که نقطه صفر باشه، یا بگیم یک دو سه. سومین نقطه رو میخوایم تخمین بزنیم از دومی و اولی میخوایم استفاده کنیم. از دومی میخوایم حرکت کنیم به سمت سومی. خب مشتقی که استفاده میکنیم مشتق این دومی و اولی است، یعنی از دو تا گام قبلتر استفاده میکنیم تا برسیم به نقطه سوممون. F منهای یک دومه F T I و X یک و آی. خب به همین سادگی این آدامز بش فورس تو استپ فرست اوردر بود که من نوشتم، ذخیرش میکنم. خب معادله ای که من میخوام حل کنم، اول فانکشن معادله رو می نویسم، بعد می پردازم به در واقع دی ایکس بگم بهتره، اسمشو می زنم فانک تی و ایکس ورودیش. خب اینو قبلا به صورت تحلیلی حل کرده بودیم، معادلمون چی هست؟ هست ایکس دات به اضافه دو تی ایکس دو مساویه صفر. یعنی چیکار میکنیم؟ x دات رو یه طرف نگه میداریم، میخواییم f t و x رو به دست بیاریم، یعنی تابع مشتقمون ببینیم چی هست، بقیه جملاتون میبریم طرف دیگه، در واقع x داتمون یا dx همون برابر میشه با منفی 2 ضرب در t ضرب در x به نمای 2. خب این هم از تابع مشتق ما، این مدل دیفرانسیل اون در واقع که پیاده سازی کردیم. خب میام سراغ حلش. اول از همه چی کار میکنم؟ اول از همه میرم سراغ حل تحلیلیش، میام سیمس میکنم تی و ایکس رو، بعد dx به dt رو تعریف میکنم دیف x بر حسب t، اینم بزرگ مینویسم که با اون یکی ها با هم قاطی نشن. بعد مدل دیفرانسیل هم رو تعریف هم اکویشن رو تعریف میکنم دیه ایکس به دیه تی به علاوه دو ضرب داره تی ضرب داره ایکس به نمای دو برابر است با صفر. کاندیشنی هم که دارم و براش تعریف میکنم، یه میگم ایکس صفر برابر است با نیم، این اکیویشن و کاندیشن هم. بعد میام سراغ ایکس آنالی تیکال برابر است با چی؟ دیسولو equation و condition و بعدش میایم سراغ figure
اف پلات ایکس التیکال و 0 و 10. خب اینو اجراش میکنم تحت وان مین. فکرم به مشکل برخوردیم. خب کاری که من باید بکنم اینجا اینم برم باید کنم که x تابعی از t هستش، اینم باید بگم و حل تحلیلیمون انجام شد. میام به حل عددی میپردازم. حل عددی رو چی میام میگم؟ تعریف میکنم t از 0 با گام 1/10 تا 10، بعد میام x 0 رو هم میگیرم نیم، و بعد میام از این دستور استفاده میکنم ادساین فانک رو بهش میدم، این هم اسمشو میذارم ایکس نام ریکال. اینجا ببینم با این افلات میتونم هولدانشون کنم، هولد آنو میزنم و یه پلات انجام میدم روی تی و ایکس نامریکال و بگم که قرمز باشو خدچین و وایدم هم مثلا بهش میدم 2. خب اینو میبینیم که خب اینجا من یه ضرب و جای گذاشتم اشتباهی که رخ داده بود، اینجا ضرب اینجا رو جا گذاشته بودم. لاین واید رو تعریف کردیم 2 و حالا رسم رو انجام میدیم. ببینید حل خیلی نزدیک به حل تحلیلی هستش. حالا من بیام ببینم حساسیت این حل تا چه حده، مثلا گامو تا چه حد زیاد کنیم این حل رو برای ما انجام میده. 2 همچنان حل رو انجام میده، گام من نیم گرفتم، میت همچنان حل رو میتونه انجام بده. گام 1 بدم، خب با گام 1 حل برای من انجام نمیده. ببینم کمتر از 1 تو چه حده، تا 8 هم حل رو انجام میده برام، تو 9 هم حل رو میتونه برام انجام بده همچنان. تا حلوش 9 بعد 92 هم میتونه انجام بده. طبعا دقتش دیگه میاد پایین از یه جایی به بعد، ولی تا 92 برای من حل رو انجام میده. تا دقت رو اگه ببرم بالاتر میت کاملا بر حل من اینو یه برچسب گذاری هم بکنم. مشخص باشه کدوم حل تحلیلیه کدوم حل عددیه
و x label t بر حسب ثانیه، y label هستش x. اینو من اجرا میکنم و چیزی که میبینیم یه نمودار تمیزه از حل عددیمون و حل تحلیلیمون به روش آدامز بشورتز. خیلی ممنون که تا آخر این ویدیو با من همراه بودید. کوتاه مربوط به این جلسه رو توی کانال تلگرام فریا زیر لینک مربوط به همین ویدیو قرار دادم. لینک کانال رو میتونید از توی دیسکریپشن ببینید. اگه از این ویدیو خوشتون اومده لطفاً دکمه لایک رو فشار بدید و نظرات و سوالاتتون رو برای من توی کامنت بنویسید. همچنین دکمه زنگوله هم فشار بدید که اگه ویدیو جدیدی آپلود کردیم با خبر بشید. خدا نگهدار.